مراسم افتتاح مناره دوم حرم مطهر حضرت علی علیه السلام روز گذشته دوشنبه با حضور مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق برگزار شد. در این مراسم هیئت امنای آستانهای مقدس و جمع کثیری از مردم شهرهای مقدس نجف و کربلا نیز حضور داشتند. از سوی دیگر دو رواق زیارتی حرم مطهر علوی که با همت تعدادی از مهندسان، استادکاران و نیکوکاران حرمساز از کشورهای عراق و ایران ساخته شده گشایش یافت. دو رواق به نام حضرت آمنه بنت وهب، مادر پیامبر صلی الله علیه و آله و جعفر طیار، پسر عموی پیامبر که از فضاهای زیارتی طرح توسعه حرم مطهر علوی مزین به نام صحن و شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها محسوب می شود، با حضور مسئولان عراقی و ایرانی گشایش یافت. این دو رواق زیارتی که جلوه با شکوهی از معماری اسلامی است، فضای مناسبی را برای برگزاری مراسم مذهبی، زیارت و بیتوته زائران به ویژه در ایامی مانند اربعین حسینی که حضور میلیونی زائران را شاهد هستیم فراهم می کند.